الان میخواییم شهد بامیه رو درست کنیم. آب رو اضافه میکنم و بعد شکر رو میریزم روی آب. وقتی شکر رو در آب ریختید اصلا هم نزنید، همینطور رها کنید و اصلا دست به شکر و آب نزنید و با حرارت متوسط رو به پایین تا این حد، حرارت تا این حد هستش، اجازه میدم که شکر و آب قوام بیاد. این مقدار جوهر لیمو اضافه میکنم به شهد تا جلوگیری کنه از شکرک زدن. عزیزانی که نمیدونن تا چه حد غلظت شهد رو باید داشته باشن، همینه رازش، همینه که خدمتون میگم. وقتی شکر و آب جوشید مدت 5 دقیقه، 4 تا 5 دقیقه با همین حرارت میذارید شکر و آب میجوشه. خب الان اندازه نصف استکانم بهش گلاب اضافه میکنم. وقتی گلاب رو اضافه کردید یه 2 دقیقه بعد دیگه خاموشش میکنم، تو زیرش رو خاموش میکنم و اجازه میدم خنک شه. خب دوستان عزیز میریم تا با هم شروع کنیم. حرارت متوسط رو به پایین باشه. 400 میلی لیتر آب خنک دارم. کره رو بهش اضافه میکنم. یک قاشق هم عسل اضافه میکنم. به اندازه یه نیشکون نمک هم میریزم و اجازه میدم آب به نقطه جوش برسه. الان زمانی که من باید آرد رو اضافه کنم، آرد رو اضافه میکنم یک باره و همزدن سریع آرد. حرارت رو خاموش میکنم و سعی میکنم در ابتدا تمام آرد رو با آب مخلوطش کنم تا خوب با هم مخلوط بشن و آرد گلوله نشه و خشک نمونه توی خمیر و بعد مجدداً حرارت رو روشن میکنم و روی خیلی حرارت ملایم کم کم، حالت سوزنی باشه حرارت، و سعی میکنم که خمیر رو داغ بزنم. در اصطلاح قنادی شروع میکنم خمیر رو بپختم تا آب اضافه خمیر کشیده بشه. خیلی باید مراقب باشید که خمیر نسوزه و ته نگیره. این مرحله بسیار مهم هستش. حدود 1 تا 2 دقیقه باید پخته بشه تا این آبی که در خمیر هست تبخیر بشه، چرا که اگر این آب در خمیر بمونه بامیهای شما نرم خواهد بود. 1 تا 2 دقیقه کافیه. فقط مراقب باشید که خمیرتون ته نگیره و خشک نشه در ته ظرف. حرارت هم بسیار آروم هستش، فراموش نکنید. چه زمانی میفهمیم خمیر آماده است؟ ببینید الان خمیر کاملا از ظرف جداست و اصلا نمیچسبه. الان زمانیه که من میتونم خمیر رو از روی حرارت بردارم و اجازه بدم خنک بشه. خب تا این حد کافیه و الان اجازه میدم خمیر خنک بشه. خب خمیر رو میریزم در این ظرف میکسر و اجازه میدم خنک بشه. خب من الان شروع میکنم آروم تخم مرغ رو به وقتی یه تخم مرغ رو اضافه کردید اجازه میدید تخم مرغ قشنگ با خمیر ما مخلوط بشه، بعد تخم مرغ بعدی رو اضافه میکنیم. خب عزیزان تخم مرغ اولی که اضافه کردیم، الان من سمولینا رو اضافه میکنم، بعد هم نشاسته ذرت رو اضافه میکنم و اجازه میدم با هم میکس بشن. خب یه دونه تخم مرغ رو اضافه کرده بودم، الان دومین تخم مرغ رو اضافه میکنم. وقتی دومین تخم مرغ جذب شد، بعد سومین تخم مرغ رو اضافه میکنم و آخرین تخم مرغ رو اضافه میکنم. خب الان فکر میکنم کافی باشه. اجازه بدید ببینم. خب مایه بامیه آماده است. الان خمیر به این صورت قشنگ در کیسه جا میدید، هوا در کیسه نباشه به این صورت. همینطور که میبینید روغن رو در تابه ریختم و تابم هم میبینید که استیل هستش و حرارت هم به این اندازه است. روغن داغ نیست، مایتابه هم داغ نیست و الان شروع میکنم اول قیچی رو در قیچی آشپزی لطفا استفاده کنید، یه مقدار در روغن میزنم و به این صورت بامیه ها رو میبرم و آروم در روغن میریزم.
روغن بامیه نباید داغ باشه و از ماسوره ستاره استفاده میکنم. هر از گاهی قیچیتون رو در روغن بزنید که خمیر ما بامیه به قیچی نچسبه. بامیه ها رو یک دست و یک اندازه ببرید و حرارت نباید زیاد بالا باشه، روغن هم نباید داغ باشه. چرا؟ چون زمان داشته باشه که بامیه ها سرخ بشه. هر از گاهی خیلی آروم تابه رو حرکت بدید تا بامیه ها از هم جدا بشن. مراقب باشید خودتون رو نسوزونید. تا زمانی که تجربه کافی رو ندارید، شما با قاشق به این صورت خیلی آروم خیلی آروم اینها رو انگاری که میخواید یه بچه رو، یه نوزاد رو چطوری میخواید بلند کنید، خیلی آروم بلند میکنید دیگه. اینم همون حالته، خیلی آروم به این صورت. شما تا زمانی که حرفه‌ای نشدید با کفگیر بامیه ها رو زیر و رو نکنید. وقتی یه مقدار دستتون را افتاد، اون موقع شما میتونید با کفگیر این کار رو انجام بدید. من اگه این کار رو انجام میدم با کفگیر، چون میدونم تا چه حدی بایستی فشار وارد کنم به بامیه ها، امکان داره شما متوجه نشید و بامیه ها رو متلاشی کنید. چرا دارم بامیه ها رو به این صورت زیر و رو میکنم؟ تا همه قسمت های بامیه یک نواخت و یک شکل سرخ بشه. اگر دستور بامیه هایی که شما تهیه کردید درست باشه، به این صورت خواهد بود. ببینید له نمیشه. ببینید بامیه ها چقدر قشنگ داره آروم آروم سرخ میشه. نه حرارت، ببینید حرارت تا چه حده، حرارت نه زیاد کمه، نه زیاد زیاد هستش. بایستی حرارت رو خیلی خوب کنترل کنید، بلا بامیه ها میسوزه، روی بامیه ها سرخ میشه و وسط بامیه ها هنوز خام هستش. ببینید به صدای بامیه ها که من زیر و رو میکنم گوش کنید، یه صدای خشکی داره، بامیه ها نرم نیست. ببینید میبینید بامیه ها خشک صداش، این یعنی که مواد ما درست هستش. بامیه ها وقتی کاملا سرخ شد، ببینید من با این حرکتی که دارم دائم اینو هم میزنم، دارم تعادل و حرارت رو در روغن و بین روغن و بامیه ها ایجاد میکنم و مراقب هستم که بامیه ها نسوزه. یه مقدار دیگه سرخ بشه من برش میدارم، چون این وقتی سرد بشه یه مقدار رنگش روشن میشه، ولی چون میخوام یه مقدار رنگش تیره تر باشه، به خاطر همین سعی میکنم یه چند ثانیه دیگه از روی حرارت برش دارم. خب ببینید عزیزا به این صورت. بعد بامیه ها رو میریزم توی صافی تا روغنشون بره. حرارت رو الان تاوه رو از روی حرارت یه مقدار جدا میکنم، دور میکنم تا اینکه روغن از حرارت بیفته. اگر الان من بامیه ها رو تو این روغن بریزم، سریعا پف میکنه میاد بالا و من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته. ببینید چه صدای خوبی داره. ببینید خشک و خوب به این صورت باید باشه بامیه هاتون. خب الان بامیه ها داغه و شهد کاملا سرد و خنک هست. من میکسشون میکنم. اجازه میدم یکی دو دقیقه در این شهد بمونه و بعد برشون میدارم. ببینید چه صدایی میده؟